سلام، میگم یه ماه و اندی به پایان ضرب العجل آمریکا مونده. حالا دل همه آخوندا داره تاب تاب میکنه، به این در اون در میزنن که اگه آمریکا از برجام خارج شد چه خاکی به سرشون کنن. حل تنش‌های منطقه‌ای اولویت سیاست خارجی در سال جدید با توجه به افزایش تهدیدات و تنش‌ها از سوی آمریکا نباید به برجام چندان بها دهیم. اروپایی‌ها در مقام مقایسه میان تعامل و تجارت با آمریکا و ایران نهایتاً به طرف آمریکا تمایل پیدا می‌کنند. اما اینکه بیش از این انرژی خود را بر روی برجام بگذاریم چندان مطلوب نیست و باید انرژی خود را صرف حوزه‌های دیگر سیاست خارجی بکنیم. لذا در سال جدید باید تنش‌های منطقه‌ای را از طریق تقویت جبهه مقاومت حل و فصل کرد و بر این مبنا اولویت سیاست خارجی کشور فعالیت بیشتر در حوزه منطقه‌ای است. وای وای وای، از همین حالا برجامو برباد رفته حساب کرده. اما راه حلش جالبه، میگه تقویت جبهه مقاومت. طرف پرتابه بابا، پرتاب. اوز ما داره دستشو میبره طرف جام زهرای بعدی. یارو دنبال آمپول تقویتیه، نخوری زمین. حال و روز برجام در سال 97 بدتر از سال 96 خواهد بود. حرفهای عراقچی در لندن و ظریف در پاکستان درباره منتفع نشدن ایران از فواید برجام به دلیل کارشکنی‌های آمریکا را دیگر نمی‌توان صرفاً تاکتیکی برای کسب امتیاز از طرف مقابل دانست. نگرانی‌های پشت پرده خوشبین‌ترین حامیان برجام بیشتر از میزانی است که روی پرده ابراز می‌شود. اظهارات دیپلماتیک مقامات ایرانی نشان از آن دارد که ایران در سال 97 آمادگی بیشتری برای خروج برجام در صورت خروج آمریکا از آن دارد. آیا ایران از موضع سرسختانه خود در قبال نفی هر گونه مذاکره موشکی عقب نشینی خواهد کرد؟ همه اینها پرسش‌های اساسی برای سرنوشت برجام در سال 1397 هستند. بی‌تردید کار تیم مذاکرات هسته‌ای و تصمیم گیران برجام در سال پیش رو سخت و پیچیده خواهد بود. پس چی شد اون برجامی که قرار بود محیط زیست رو حل کنه، آلودگی هوا رو حل کنه، شغل ایجاد کنه؟ بابا مثل این که فقط واسه این مذاکره کننده ها شغل ایجاد کرده. حرف آمریکایی ها و اروپایی ها یکیست و مسئولان ما نباید ساده اندیشی کنند و تصورشان این باشد که می توانند اروپا و آمریکا را جدا کنند. ترامپ مطرح می کند که کنگره آمریکا به برجام تبصره بزند. از طرفی کشورهای اروپایی هم می گویند که برجام باید کاملا حفظ شود، اما باید یک متمم به برجام زده شود و متمم در واقع همان حرفی است که آمریکا میزند. ما معتقدیم که اینها نقشه و کلک است و به دنبال شروع کردن برجام دو هستند. اگر همینجا مقاومت نکنیم، طبیعتاً باید تا هفتمین برجام هم عقب برویم که هفتمین برجام اینطور که مشخص است تغییر ساختار نظام جمهوری اسلامی است. اینها میخواهند قدرت دفاعی ایران را بگیرند تا بعد بتوانند حتی حمله نظامی هم بکنند. بله، خیلی جالبه. این دلواپس نگران داره همون تنزل بیپایان و عظما رو به رخ خودش میکشه که مبادا بره تو خط برجام دو و سه. قبلا خود خامنه گفته بود که از موشکی و منطقه شروع میکنن، بعد میرن حقوق بشر و شورای نگهبان و خلاصه هفتمیشم میشه مقام عظمای ولایت و کل جمهوری اسلامی. اما اشتباهش اینه که فکر میکنه جوانای قیام همینطوری بایستادن تا برجام هفت.
نه با این خبرها نیست، قبل از هفت کلک قضیه رو میکنن و عزما رو همون بغل مغلا چالش میکنن. به 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 به، خدا نگهدار.